در تاریخ به شریعت چنین مصیبتی رخ نداده است. خدا رحمت کند حضرت آیت الله محسنی رحمت الله علیه که ایشان می‌فرمودند که شب و روز رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در تاریخ اسلام همچین مصیبتی رخ نداده است. چرا؟ چون با رفتن پیامبر گرامی اسلام امت مسلمه یتیم شد، گرفتاری ها شروع شد، مشکلات ها به میان آمد. تا پیامبر خدا بود گرفتاری ها کمتر بود، وجود مبارک ایشان تمام کره زمین را گویا مدیریت میکرد و با رفتنشان مشکلات ها در بین امت مسلمه به وجود آمد و به حمدالله تا به امروز اگر این برکات و فیوزات را که در مجالس عزا یا شادی میبینیم همونطوری که جناب جوای وسیقی عزیز صحبت کردن از برکت خون پربهای امام حسین علیه السلام بود که اون حرکت عظیم و بزرگ و اون شامت پر افتخار امام حسین علیه السلام که در مقابل اون لشکر عظیم یزید لعنت الله علیه مجمعین استادگی کرد و جانش را در طبق اخلاص گذاشت، این بیرق و این علم تا امروز پا برجاست و تا دامنه قیامت هم پا برجا خواهد بود. شاید برای بعضی از ماها و بعضی ها سوال خلق شکی چی خبره، میان میشینن به سر و سینه میزنن میرن. امام رحمت الله علیه فرمود این سینه زدنی هاست که اسلام را زنده نگه داشته. کار شوخی نیست، پای این علم، پای این نخل برومن خون ریخته شد که امروز به دست ما رسیده. جوانای عزیز یاد شما باشه، هر جبههی که پیروز شد شما جوانا بودید، از ما ماسل سفیدا که کاری دیگه ساخته نمیشه. ما یک گوشی بشینیم تسبیح هم دست نوابدم تسبیح هم دست. در دوران جهاد و مقاومت که برادر عزیزم رهبر پر افتخار جناب جغری صاحب حضور دارن که من میخواستم امشب ایشان صحبت کنن، خب موقعیت برابر نشد که از زبان ایشان گاهی وقتا بعضی چیزها رو بشنوید. خوبه شما جوانای عزیز در روز زمان که روزها با اون تمام امکانات به این کشور وارد شدن، سینه سپر این جوانها بود که اون روسی که دم از اول قدرتی میزد به زانو در آوردن و کشور را ترک کرد و رفت و حضور شما جوانان در صحنه در مجالس بیانگر امی هست که اگر تا ما هستیم، تا ما جوانها پای علم امام حسین هستیم، این علم برافراشته است. چون خط قرمز ما علم امام حسین، اگر ما زنده ایم به عشق امام حسین زنده، اگر زندگی میکنیم به عشق حسین زندگی میکنیم، اگر بمیریم هم به عشق امام حسین میمیریم. اینا با ما درسه که دو ما اول محرم شنبه آخر سفره، همین سینه های سوزان شما جوانا بود. دو ما آمدین زیر این علم نشستیم، پای منبرها نشستیم، حرفای علمای عزیز گوش کردیم. نکته آخر این که داعش نشدین. چرا؟ چون زیر علم امام حسین زندگی کردیم.
خونخوار نشدیم، انتحار نشدیم، آسیب نشدیم، حق شناس به وجود آمدیم و بار آمدیم، حق خود را فهمیدیم کجا حق ماست، خط ما کجاست، کار ما کجاست، زیر چی پرچم زندگی میکنیم، کیست مولای ما، دنبال رو کی هستیم، با کی عهد و پیمان بسته کردیم، کی به ما چی گفته، چی چیزی رو باید عمل کنیم. همین مجلس امام حسین بود. همین مجلس امام حسین بود که حق را به ما شناختون که بیراه نریم، ظالم نباشیم، بله در مقابل ظالم باید قیام کنیم، ولی یار مظلوم باشیم. ما یار مظلوم بودیم و هستیم، در مقابل ظلم زانو نخواهیم زد، ولی به کسی هم ظلم نخواهیم کرد، به کسی هم ظلم نخواهیم کرد، به حق کسی تجاوز نخواهیم کرد، حق خود را میشناسیم. در اونجا و در اون وادی که حق ماست قدم برمیداریم، همونطوری که مولای ما حسین قدم برداشت، همونطوری که جدش پیامبر براش فرمود، قنداقه امام حسین را آوردن نزد پیامبر گرامی اسلام، داد دست پیامبر، ام ایمن، تا رسول خدا چشمش به چشم امام حسین افتاد شروع کرد به گریه کردن، اشک مبارک پیامبر خدا بر چشماش بر گناهاش جاری شد. سوال کرد یا رسول الله چی خبره؟ خدا برای کسی اولاد میده خوشحال میشه، شما دارین گریه میکنین؟ گفت میبینم روزی را که بین دو نهر این عزیزم را با لب تشنه به شهادت میرسونم. ما که برای حسین گریه نکردیم، پیامبر گریه کرد، حضرت آدم گریه کرد، خلیل خدا گریه کرد. وقت نیک اینا رو بیاییم تکی تکی بگیم که چی گفه اینا، چی رقم گریه کردن تا به ما رسید. و انشاءالله این علم به دست علمدار برسه. یک دون علم در کربلا دست دادیم دیگه، یک علمدار دیگه هم داریم میایه. در جنگ خیبر پیامبر فرمودن فردا علم را به دست کسی میدم که خدا و پیامبر او را دوست دارد و او هم خدا و پیامبر را دوست دارد. همه منتظر بودن فردا این علم به دست کی میرسه، همه خور آماده کرده بودن فردا علم را پیامبر برا کی داد، برا وزیرش، برا جانشینش، برا عزیزش. علی کجاست؟ علی کجاست؟ عزیز دلم کجاست؟ برادرم. علم را داد به دست امیرالمؤمنین و قلعه خیبر فتح شد با دست بزرگوارش. من شنیدم جای نندیدم که نوشته باشه، حالا یک وقتی آدرس بدم شما دنبالی بگردیم، من شنیدم از یکی از بزرگوار که این علم که به دست امیرالمؤمنین پیامبر دادن، امیرالمؤمنین این علم را داد برای امام حسن مشتبه علیه السلام، امام حسن مشتبه علیه السلام این علم را داد برای امام حسین، امام حسین این علم را کربلا داد برای آقا ابوالفضل، و این علم را بی بی زینب خود خواهورد به مدینه، و این علم پشت به پشت رسید و دست مبارک مهدی موعود، و می آید یه علمدار و می آید یک روز این جان می فهمن که این جان صاحب دارد، صاحب داشته و دارد، و می آید شب رحلت پیامبر. عزیزان، جوانای عزیز،
امشب اگر قرار باشه ما اشکی هم بریزیم، برا کی ریختیم؟ برا پدری که برا امیرالمومنین فرمود علی جان من و تو پدران این امتی. در چنین شب پیامبر در میان بستر امیرالمومنین کنار بسترش، بی بی جان حضرت زهرا سلام الله علیها که جان عالم فدای این بانو، دوتا گلدسته پیامبر امام حسن و امام حسین، گوشوارهای عرش اله، سیدای شباب اهل جنه تو بر بستر پیامبر دور میزن. و گریه میکنه. آمد امام حسین خود انداخ رو سینه پیامبر، میخواستن بردارن، پیامبر چشماشون رو باز کرد، بگذار حسینم را سیر ببین. بارا رو منبر میگفت مردم برای این حسین من خیانت نکنی، برای این حسن من خیانت نکنی، اینا را دوست داشته باشید، پیرو اینا باشید، در خط اینا باشید. اما نکردن، جفا کردن برای بچه های فاطمه، جفا کردن. یا صاحب از زمان آقا، شب این مردم در خانه شما جمع شدن، آمدن برای تسبیح. این جوان ها وقتی سینه می زدن آخی دست وقتی بیش سینه می خورن می سوزه. بله آدم برای عزای باباش چنین به سر می زدن به سینه می زدن. شما امشب به سر و سینه زدید، محبت خود را نسبت به پیامبر و آلش نشان دادید. محبت که نمیشه تنها بگی من دوست دارم، نه، ابراز کنی، عملا باید پیاده کنی محبت را. به کسی میگی تو دوست دارم، محبتونو. اگر در عزای از او عزادار نشودی، اگر در شادی از او شاد نشودی، که تو کاری نکنی. اگر ما دنبال کلام پیامبر و آل پیامبر نرفتیم، کاری نکردیم. سلام کنم امشب برای عزیز خدا. انشاءالله همین شما بریم مدینه، وقتی وارد حرم باصفای پیامبر گرامی اسلام میشی، باب و سلام سردرم در نوشتی السلام علیک یا رسول الله. من امشب میخوام برای بابام سلام کنم. پیغمبر فرمودن سلام مستحب به سنته، جوابش واجبه، جوابش واجبه. آیا خود پیامبر خدا فرموده جواب سلام واجبه؟ خودش سنت مستحبه. اگر ما سلام کنیم جواب سلام ما رو نمیده؟ آیا ما عقیده داریم که نعوذ بالله من ذالک پیامبر مرده؟ پیامبر زنده است، اولادش زنده است. خدا در قرآن میگه شهدا در نزد من روزی میخورن. انقدر مهربان بود که جوان شرابخوار گناهکار کاسه شراب به دستش، تا چشمش به پیامبر در مدینه افتاد خجالت زده شد. خدا چیکار کنه؟ حالا پیامبر اگر از من سوال کنن چی بگم؟ بین خود و خدا ارتباط برگزار کرد. جوانای عزیز، گاه باید این کار کرد. گفت خدایا آبروی من پیش پیامبر نبرده که شراب نمیخورم. پیامبر رسیدن سلام، هیچ کس پیامبر سلام کردن نتونست در طول عمر خود، جلوتر از پیامبر، پیامبر جلوتر سوال سلام میکرد، سلام کردن. جوان چی داری بین ظرف خود؟ فرمود یا رسول الله این مقدار سرکه دارم، بیار ببینم. کاسر نزدیک آورد نزد پیامبر.